امروزه بازی‌های کامپیوتری یکی از بزرگترین انواع تفریح‌اند. در طی 4 دهه، صنعت بازی‌های کامپیوتری به شکل چشمگیری رشد کرده و ارزش آن بیشتر از 93 میلیارد دلار برآورد می‌شود. همراه با رشد اقتصادی این صنعت، سازندگان بازی‌ها هم بلند پروازانه‌تر عمل می‌کنند. به عنوان مثال، در چند سال اخیر، خالقان بازی‌ها شکل جدیدی از بازی‌های اپیزودیک را ابداع کرده‌اند که اکشن صرف نیستند، بلکه داستان‌های پیچیده‌تری دارند و قهرمان‌هایشان هم شخصیت‌های ملموس‌تری‌اند. بازی‌های کامپیوتری اپیزودیک فرق زیادی با یک قسمت از یک سریال تلویزیونی ندارند. داستان در هر قسمت باید مستقل باشه و بتونه روی پای خودش بیسته. معمولاً هم هر قسمت در یک نقطه اوج به پایان میرسه و در قسمت بعدی داستان از همونجا ادامه پیدا میکنه. در صنعتی که بیشتر توجه معطوف به اکشن و جلوه‌های ویژه است، بازی‌های اپیزودیک ماجراجویانه با اولویت دادن به داستان دنبال خلق تجربه‌های داستانی تازه‌ای برای بازیکن‌ها هستند. What are you doing here? I'm here to bring you home. This is your fight, Azure. You can have video games. خیلی از بازی‌های کامپیوتری هستن که داستان در اونها چندان مهم نیست، اما بازم میتونن اسباب تفریح باشن. واسه اینکه بازی کردنشون تجربه خیلی مفرحیه، اما در بازی‌های ماجراجویانه بیشتر بازی اینور اونور رفتن، اشاره کردن و کلیک کردنه و این کافی نیست. برای همین داشتن یه داستان قوی خیلی مهمه. Hotel maid is found dead, and her killer. These people are powerful. Is one step above the law. You cops think you have it all figured out. My country will protect me. So episodic adventure games really are all about. در این جور بازی‌ها بازیکن کنترل شخصیتی رو در دست می‌گیره که صاحب قصه و اهداف خاص خودشه. در طول بازی بازیکن تاثیر زیادی روی سرنوشت شخصیت‌ها در داستان می‌ذاره. میشه گفت که مثل یک کتاب یا فیلم یا امکانات داستانی مختلفه و شما نقش مهمی در شکل گرفتن مسیر داستان دارید. کنتاکی رود زیرو یک بازی ماجراجویانه چند قسمتی است. کانوی، شخصیت اصلی بازی، یک راننده است که در خیابان‌های تیره و مرموز به دنبال رود زیرو می‌گردد تا یک پاکت نامه را تحویل دهد. مناظر و گرافیک این بازی سبک خاص و متمایزی داره. بیشتر فضا دو بعدیه و فقط در بعضی جاها از انیمیشن 3D استفاده شده. دنیای مرموزیه، حتی میشه گفت اسرارآمیز و ترسناکه و حالا هوای اکسپرسیونیستی داره. در ادبیات قرن 20 به طور کل، اما به خصوص در ادبیات آمریکا، سنت جا افتاده‌ای هست که در اون از چیزها و مکانهای آشنا تصویری غریبه ارائه میشه. این کاری که کنتاکی رود زیرو به کمک طنز انجام میده و برای همین تهدیدآمیز به نظر نمیاد. گاهی نتیجه مفرح و شادی بخشه و گاهی هم استراب آوره. اما در نهایت بازی‌های از این دست ارجاهای فرهنگی رو از نو تعریف می‌کنند و راه‌های تازه و غریبی ابداع می‌کنند. خیلی جالبه که بیشتر انتخاب‌های بازیکن در این بازی مربوط به اینه که به مردم چه بگه یا با چه لحنی بگه. به عنوان مثال، اگه سگ کانوی غمگین به نظر برسه، شما میتونین انتخاب کنین که بگین خود کانوی هم خسته است و پاش درد میکنه، یا اینکه پیشنهاد کنه با هم برن تفریح کنن. بازیکن هر انتخابی که بکنه، ابتدا به نظر نمیرسه که تصمیمش پیامد قابل توجهی داشته باشه. هیچ چیز خاصی رخ نمیده، اما به تدریج در طول بازی متوجه میشین که اتفاقهایی که برای شما در دنیای بازی رخ میده، نتیجه کارهایی که میکنین نیست، بلکه تحت تاثیر چیزهایی که شما میذارین شخصیتتون فکر کنه. معما حل کردن بخش بزرگی از بازی‌های ماجراجویانه است. میتونه یک کار ساده مثل پیدا کردن یه نامه باشه که به شما میگه چطوری به یه جای جدید دسترسی پیدا کنید و داستان رو ادامه بدید. بعضی وقتها تا معما رو حل نکنید نمیتونید داستان رو ادامه بدید. و من فکر میکنم که خیلی‌ها اینجور بازی‌ها رو واسه همین دوست دارن، برای اینکه شما رو به چالش میکشه. پس اگه شما به آخر داستان برسید، دلیلش این نیست که فقط وقت صرفش کردی، بلکه برای اینه که شما تونستید از پس حل کردن معماهای بازی بر بیایید.
به نظر من بازی‌های ماجراجویانه بیشتر از هر نوع دیگه بازی‌های کامپیوتری یه احساس رضایت خاص که نتیجه حل گره بازیه به مخاطب میدن و پاداش بازیکن رسیدن به بخش بعدی داستانه. My name is Zoe Castillo. I'm dying. I've been in a coma for over a year. The thing is, my body may be here in a hospital, but my mind is elsewhere. Well, this series has always been. مجموعه بازی‌های The Longest Journey به خاطر داستان پیچیده و شخصیت‌های واقع‌گرایانه‌اش در بین بازیکن‌ها شهرت خاصی داره. معمولاً گفته میشه که صنعت بازی‌های کامپیوتری در دست مردهاست، هرچند که تخمین زده شده که نزدیک به 50% از بازیکن‌ها زن هستند. اما به طور کل این صنعت مدام برای تصویری که از زن‌ها ارائه میده مورد انتقاد قرار گرفته. خیلی‌ها عقاید سنتی و مردسالارانه‌ای که در بازی‌های کامپیوتری دیده میشن رو مورد انتقاد قرار دادند. این موضوع اخیراً به یکی از مسائل بزرگ این صنعت تبدیل شده. بعضی از شرکت‌های سازنده بازی گفتن که درست کردن شخصیت‌های زن کار خیلی سختیه. I honestly do look better on my deathbed. That was taken when Reza and I were still dating. زویی شخصیت اصلی داستان بریتانیایی و با لهجه محلی حرف میزنه. رفتارش هم قابل باوره. میشه تصور کرد که یکی مثل اون رو میشه تو خیابون دید. این بازی تلاش زیادی میکنه تا یک شخصیت واقعی خلق کنه که هم اهل فکر، هم واقعی به نظر میاد و هم احساساتش باورپذیره. چیزی که این بازی سعی کرده انجام بده، هرچند قابل بحثه که نتیجهش موفقه یا نه، پرداختن به یک داستان پیچیده ی انسانیه. داستانی که شما در اون احساسها و برخوردهای روزمره ی شخصیت بازی رو کنترل میکنید. What do you mean I need a permit? I have a permit. I paid a f***ing fortune for this permit. But your permit is no longer valid. You'll need to have it renewed. You have 24 hours to comply. اگه من تصمیم بگیرم به یکی بی‌توجهی کنم یا باهاش برخورد داشته باشم، ممکنه که اونها هم برخوردشون رو با من تغییر بدن. I can't believe the eye is harassing Nella. She sells food. It's not like she's doing anything illegal. I shouldn't get involved. فکر میکنم دلیل این که من از بازی‌های ماجراجویانه لذت میبرم عنصر انتخابه. اینجور بازی‌ها همیشه از شما میخوان که تصمیم‌های مهمی رو بگیرید. تصمیم‌ها و انتخاب‌های شما هم تأثیر بسیار زیادی روی داستان دارن. این چیزی نیست که در تلویزیون، تو سینما یا هر نوع دیگه از هنر اتفاق بیفته. فقط میشه در بازی‌های کامپیوتری تجربهش کرد. به خصوص در بازی‌های ماجراجویانه که در اون بازیکن در طول بازی میتونه خودش داستان رو شکل بده. این که انتخاب‌های بازیکن تا چه اندازه سرنوشت ساز هستند به سازنده‌های بازی بستگی داره. سازنده‌های بازی به همون اندازه‌ای که نویسنده یک رمان یا کارگردان فیلم در داستان نقش دارند، مسئول داستان بازی هستند. اونها دارن تصمیم‌های شما را هدایت می‌کنند و به شما اجازه نمی‌دن کاری کنین که اونها از قبل پیش‌بینی نکرده باشند. پس از این نظر میشه گفت که این بازی ها هم به همون اندازه یک فیلم از پیش تعیین شده است. از اونجا که سازنده های بازی هم چیزهایی رو که ممکنه اتفاق بیفته در نظر گرفته و انتخاب کرده.